سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنار اون اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. فرهنگ هولاکویی ناینی متولد دهم شهریور 1323 در شهر شیراز است. دکتر هولاکویی روانشناس، رواندرمانگر، جامعه شناس، اقتصاددان، استاد دانشگاه، مشاور ازدواج و خانواده و همچنین مجری رادیویی و تلویزیونی است. او همکنون در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا سکونت داره. دکتر هولاکویی دارای دو پسر با نامهای پرهام و فرید از ازدواج ناموفق اولش است. او ترجیح میده که چیزی از زندگی خصوصیش اعلام نشه و از اینکه درباره زندگی شخصیش کنجکاوی به عمل بیاد متنفره. شاید به همین علته که اطلاعات کمی از زندگی خصوصی او در دست داریم. در ادامه تا پایین این ویدیو همراه ما باشید. دکتر هولاکویی دارای مدرک دکترا در رشته جامعه شناسی از دانشگاه یوتای آمریکا و سه کارشناسی ارشد در رشته‌های روانشناسی و اقتصاد از دانشگاه تهران و مشاوره ازدواج، خانواده و کودکان از دانشگاه یوتا در آمریکا است. دکتر هولاکویی پیش از انقلاب مدرس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده. او مدرک دکترای خودش را با موضوع پژوهش تحلیل جامعه شناسانه انقلاب مشروطه ایران در سال 1974 از دانشگاه یوتا دریافت کرد. دکتر هولاکویی پس از پایان تحصیلات خودش در سال 1353 به ایران بازگشت تا در کشور خودش به خدمت بپردازه. در این راستا او مسئولیت کمیته فرهنگ اجتماعی در معاونت برنامه ریزی و سیاستگذاری سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران رو بر عهده گرفت. گفته میشه که طی چند سال اختلافات او با مسئولان در برنامه ریزی باعث شد که او از کار در ایران دل سرد بشه و به ایالات متحده آمریکا برگرده. دکتر هولاکویی در حال حاضر مدیر مرکز بهزیستی بیورلی هیلز بوده و به عنوان مشاور ازدواج، خانواده و کودکان در این مرکز سالهاست که مشغول به کاره. رازها و نیازها نام برنامه ایست که او از سال 2000 در حال اجرای اونه و محتوای این برنامه روانکاوی هست. دکتر هولاکویی در این برنامه به افرادی که در حوزه‌های روانشناختی، اجتماعی، ازدواج، تربیت کودکان و غیره دچار مشکل هستند، کمک می‌کنه تا با واقعیت‌های زندگی خود روبرو شده و اونها رو حل کنند. تعداد تماس گیرندگان این برنامه در حدود 27,000 نفر تخمین زده شد. دکتر هولاکویی همچنین سمینارهای دوره‌ای رو در سراسر ایالات متحده و اروپا برگزار می‌کنه و هدف او آشنایی با روان آدمی و کمک به انسان‌هاست. که البته برای این امر تاکید او بر روانکاوی است. با توجه به اینکه روانشناسی بر اساس دید تجربی به انسان شکل گرفته، روانشناسان امروزه سعی می‌کنند با استفاده از تکنیک‌های روانکاوی بیماران را درمان کنند. دکتر هولاکویی هم جزء این دسته از روانشناسان است. در روش روانکاوی تاکید میشه که انسان چیزی فراتر از جسم است. در روانکاوی ترجیح داده میشه که دو انسان با کم و کاستی‌های خودشون در مقابل یکدیگه بشینند و به اعماق روان دست پیدا کنند و رنج‌های ما رو پایان بدن. این روش نوینی است و دکتر هولاکویی سال‌های طولانی است که به لطف تکنولوژی، رادیو و تلویزیون این ارتباط عمیق شفابخش رو با انسان‌ها برقرار می‌کنه. اسفند ماه سال 1392 بود که دکتر هولاکویی رادیویی فارسی زبان برای ایرانیان در سراسر دنیا تأسیس کرد. برنامه‌های این رادیو شامل برنامه‌های هنری و سرگرمی در کنار برنامه‌های علمی و تحقیقاتی بود. رادیو همراه دکتر هولاکویی در کنار انتقال اطلاعات به فارسی زبانان اهداف دیگری را هم مد نظر دارد. اهمیت حفظ زبان پارسی در میان ایرانیان خارج از کشور و اینکه رابطه میان نسلی که خارج از ایران بزرگ شده‌اند با داخل ایران حفظ شود از موارد پراهمیت برای ایشان بوده. هدف اصلی رادیو همراه افزایش سطح دانش و آگاهی شنوندگان خودش است. این رادیو امید بسیاری به دگرگونی‌های واقعی و اخلاقی و تغییر در بینش و نگرش متناسب با دنیای پیچیده امروز رو داره. دکتر هولاکویی در ادامه برنامه تلویزیونی و رادیویی رازها و نیازها در رادیو همراه هفته 20 ساعت برنامه زنده اجرا می‌کنه. همونطور که کارنامه دکتر هولاکویی نشون میده، او فردی سخت‌کوشه. از سال‌هایی که در حال تحصیل بوده تا به حال روزی نشده که دانشش رو در راه کمک به مردم استفاده نکرده باشه. شاید همین امر دلیل محبوبیت او در میان نسل‌های مختلف باشه.
رویارویی دکتر هولاکویی با حقیقت و آگاهی از این امر که فرهنگ مطالعه در ایران رو به زوال است باعث شده که بیشتر آثار صوتی و تصویری او در دسترس باشه، اما از او آثار مکتوبی هم باقی مانده. پایان نامه دکترای او در رشته جامعه شناسی از دانشگاه یوتا با عنوان تحلیلی جامعه شناختی بر انقلاب مشروطیت ایران، کتاب جامعه امروز که ترجمه و اقتباسی از کتاب سوسایتی تودی است. فرهنگ هولاکویی اولین بار در سال 1351 وقتی 28 ساله بود ازدواج کرد، اما این زندگی 4 ماه بیشتر دوام نداشت و به طلاق ختم شد. ایشون برای بار دوم در سال 59 ازدواج کرد که این زندگی هم بعد از 18 سال زندگی مشترک در سال 1377 به جدایی ختم شد. ثمره این زندگی هم 2 فرزند به نامهای پرهام و فرید می باشد. او در مصاحبه‌ای گفته: آرزویم این است که در ایران بمیرم، نه اینکه جسدم را ببرند. می‌خواهم برم آنجا را ببینم و بمیرم. اینو از ته دل می‌خوام و امیدوارم شرایطش فراهم بشه. اخیراً در شبکه‌های مجازی با ویدیوهای زیادی از کنفرانس‌ها، صحبت‌ها و مشاوره‌های دکتر هولاکویی درباره روابط و سلامت خانواده مواجه هستیم که علتش می‌تونه زندگی سخت مردم در دوران کرونا و بروز مشکلات فراوان اجتماعی و اقتصادی برای زوج‌های جوان و پدر مادرها در رابطه با تربیت فرزند باشه. اما علت محبوبیت دکتر هولاکویی شاید بررسی موشکافانه و فکر شده راجب تمام مسائل مطرح شده و ارائه راه حل‌های مختلف برای مسائل گوناگون با ادبیاتی صمیمانه و پدرانه باشه. با وجود افزایش تعداد روانشناسان ایرانی که بیشتر حول مسائل روابط جنسی جهت افزایش فالوئرهای خودشون هستند، شاید دکتر هولاکویی با صداقت و به کمک بروزترین تحقیقات علمی روانشناختی و روانشناسی در بحث خانواده و ریلیشنشیپ پایدار و سالم همت کرده، علت محبوبیت میان مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی بوده باشه. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت می‌کنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید و یادتون نره که با زدن دکمه سابسکرایب در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.